بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. روزه های باطل دو دسته است. یه دسته از روزه های باطله که میشه خورد، مثل اینکه شخصی که مسافره نباید روزه بگیره، روزش باطله، میشه بخور. یا شخصی میدونه روزه گرفتن براش ضرر داره، روزه بگیره باطله، میشه بخور. اما یه دسته از روزه هاست که باطله و نباید خورد، که سه تاشو عرض میکنم. یکی از اینها این که شخصی در حال روزه قصد کرد که روزه نباشه، همین اندازه که نیت کرد روزه نباشه، روزش باطله. اگه بخوره کفاره داره، ولی اگر نخوره قضا داره، نباید بخوره. مورد دوم، شخصی که سحری داشت میخورد، در آخرای سحری متوجه شد که قبل از خوردنش این اذان گفته بودن و بعد از اذان این داشته سحری میخورده. خب حالا همون موقع دست بکشه روزه رو بگیره و بعدم قضاشو به جا بیاره، نباید اینو دیگه بخوره. مورد سوم، کسی که غسل جنابت گردنش آمده، فراموش کرده غسل کنه، تو روز یادش میاد این غسل روزه رو بگیره، باطل هست، ولی روزه رو نباید بخوره، انشالله بعد از رمضان قضاشو به جا بیاره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.